کنیم، برای اینکه ساختار مجلس رو حس نکرده بودند، نمیدونستند. همین مثال خیلی ساده ای، مثلا فرض میکنیم یه جلسه میچستیم جایی با آقای رئیس جمهور صحبت میکردیم، آقای رئیس جمهور میگفت خب حالا اینکه با هم تفاهم کردیم دیگه، برین از مجلس درش بیارین. ما میگفتیم اصلا مجلس در آوردنی نیست، مجلس خیلی خلاصه باید فرایندها رو طی بکنه، هیچ کس نماینده نمایندگان نیست، این باید با تعامل، با گفتگو، با اقناع باید مجلس به یک جمع‌بندی برسه، به یک نتیجه برسه. و رئیس مجلس هم فرقش با رئیس جمهور همینه، رئیس جمهور بالاخره یه امر و نهی به وزرا میکنه، رئیس مجلس امر و نهی هم اگر بخواد بکنه باید طابق و نعل به نعل بر اساس آیین نامه باشه، آیین نامه داخل مجلس باشه که بتونه کار رو، مسیر رو مدیریت بکنه. آقای دکتر روحانی اینو قبول دارید که به خصوص از مجلس هفتم به این سمت این قضیه این که واقعا نمیشه یه تصمیمی رو برای مجلس گرفت، حالا قبلا هیئت رئیسه یه دوری میزدن آقایون یک رأی به دست میومد، الان واقعا از مجلس هفتم به این ور خیلی غیر قابل پیش بینی هم هست. ببینید آقای رنج برام واقعا باقی قضیه بالاخره نماینده تو مجلس هر کدوم ظاهرا تا آیین‌نامه یک رأی دارند، هیچ چیزی هم نمیشه. من جسارتا یه جمله حاشیه هم بذارم به صحبت جناب آقای دکتر نوبخت. آقای دکتر نوبخت فرمودن که آقای رئیس جمهور آخرین ذهنیت مردم هستند، نمایندگان مجلس یک سال قبل انتخاب شدند، سه سال آینده میشه هم یار بذارد که بگیم آقا نماینده های مجلس دهم آخرین انتخاب مردم هستند، برای اون رئیس جمهور سه سال مثلا رأیش کهنه شده یا چیزی دیگه، اصلا اینطور چیزی نداریم. و این باید این تفاهم وجود داشته باشه، نم رئیس جمهور که انتخاب میشه انشالله تعالی با تا آخرین روز ریاست جمهوریش همه اختیارات داره، مردم بهش اعتماد دارن، مجلس هم همینجوری هستش و باید با هم دیگه کار رو جلو برد. اما واقع قضیه نماینده هر کدوم یه دون رأی بیشتر ندارن، هر نماینده یه حوزه نفوذ رأی داره، این حوزه نفوذ رأی هم برمیگرده به قدرت استدلالش، میزان اعتمادی رو که بتونه جلب بکنه به این بقیه نماینده ها و این قبیل مسائل. و الا به قول همیشه تو مجلس این واژه جالبی است، میگن هیچ کس نماینده تر از دیگری نیست، ما نماینده درجه یک و درجه دو و درجه سه نداریم، نماینده ها همه اختیاراتشون طبق قانون اساسی کاملا اختیارات همگیر و مساوی هستش. و البته خب بله فرق میکنه، یه زمانی هست ما یه کاری رو توی مجموع توی فراکسیون میشینیم، فراکسیون اکثریت میشینیم بحث میکنیم، جدل میکنیم و به تفاهم کامل میرسیم. خب معمولا کارهایی که تو فراکسیون به تفاهم کامل برسیم معمولا تو جلسه علنی هم میتونه به نتیجه برسه. اما خیلی از تصمیمات مجلس اصلا فراکسیونی نیست. جناب آقای دکتر نوبخت حضور داشتن، دوره‌های متعدد تو مجلس حضور داشتن، مثلا بودجه، قانون بودجه اصلا سیاسی نیست. خیلی وقتا تو بودجه میشه که دو نفر پیشنهاد رأی از بر... نه دو نفر از اعضای مؤثر یک فراکسیون در مقابل همدیگه وای میسن، یکی مخالف صحبت میکنه، یکی موافق صحبت میکنه و کار رو جلو میبره. مجلس برای قانع شدن نیاز به گفتگو داره، نیاز به تعامل داره، نیاز به اقناع داره، قانع کردن داره. و الا اینکه مثلا یه چیزی باشه، یه مجموعه باشه، به چپ چپ، به راست راست، از جلو نظام، اینا اصلا اینجوری نیست. و اگر هم رئیس مجلس رئیس هست که هست، به دلیل اینه که اکثریت نمایندگان اون فرد رو قبول دارن، حرفاشو میپسندن، استدلالهاشو قبول دارن، مواضعشو میپسندن. و الا خیلی ساده است، یعنی رئیس مجلس رو هم نمایندگان میتونن بعد از یک سال عوضش بکنن. ولی اینکه این عوض نمیشه، اینکه تکرار میشه، به دلیل تکرار اعتمادی است که نماینده رو به صحبت شما رو میشینید در اینجور دریافت که با توجه به تجارب مجلسی که آقای دکتر روحانی و تیمشون دارن فکر میکنید نشان همین نشانه مثبتی میتونه باشه؟ آقای دکتر نوبخت، هم شما و هم آقای رئیس جمهور منتخب، خب شما که فکر کنم 16 سال سابقه نماینده، آقای دکتر هم 20 سال و تجربه گرانسنگی دارید، با توجه به این تجربتون فکر میکنید تعامل دولت تدبیر و امید یا بگیم دولت اعتدالگرای تدبیر و امید با مجلس اصولگرا رو چطور می‌بینید افقش رو؟ همونطور که اشاره شد، اولا مجلس اصولگرا نافی نوع نگاه اعتدالی نیست و نوع نگاه اعتدالی هم هیچ گونه تباینی با اصولگرایی نداره. و همونطور که آقای دکتر روحانی هم در برنامه‌های اشاره کردن، قطعاً از ظرفیت قابل توجهی که در مجموعه
اصولگرایان وجود داره برخوردار خواهند شد، همچنان که از ظرفیت بزرگ اصلاح طلبان برای پیشرفت کار و تحقق خواسته ها و انتظارات مردم استفاده میکنه. بنابراین ما اساساً یک نوع نگاه متباین با اصولگرایی رو در دولت آینده نمیتوانیم جستجو بکنیم. به تبع از این جهت هیچ گونه مانعی به صورت کلی و اصولی وجود نداره. اما در عمل آنچه که ما تا الان از نمایندگان محترم مجلس نهم سراغ داریم بسیار انسان‌های فهیم، معقول و آنچه که در این مذاکرات و مباحثاتی که تا اینجا رخ داد و اون نامه با امضاء بسیار قابل توجه که از سوی نمایندگان در جهت تبریک به آقای رئیس جمهور و اعلام همکاری، اونا انسان‌های مؤمن و متدینی هستند، وقتی قول می‌کنند که حتما در فعل همکاری خواهند کرد، اینطور خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم که همه ماها دریافت کردیم که در یک ماه گذشته حداقل که فرصتی از رسانه ملی برای همه شش کاندیدای محترم ریاست جمهوری به وجود اومد، انتخاب یکی از این شش نفر نسبت به پنج نفر دیگر، ضمن اینکه هر پنج نفر دیگر هم شایستگی های بسیار ارزشمندی داشتند که حتما آقای دکتر روحانی همونطور که بیان کردند از اون ظرفیت ها هم برای خدمت به مردم استفاده خواهند کرد، ولی بالاخره با اون تدقیقی که صورت گرفته، تو التفات دارید این بار مناظره ها از شکل کلی به صورت مستاقی هم پیش آمده بود، جزئی سوال می شد، یعنی مردم می توانند تجزیه و تحلیل بکنند، توانستن تجزیه و تحلیل بکنن دیدگاه این شش کاندیدای محترم رو نسبت به تک تک مسائل، نهایتا یکی رو برگزیدن و با اون آرای گسترده که به ایشون دادن و در همون مرحله اول ایشون انتخاب شد با توجه به تعدد کاندیداها که نسبت به گذشته هم بیشتر بود، نشان از اینه که نهایتا مردم اعتماد کردن به این برنامه‌هایی رو که آقای دکتر روحانی اعلام کردن. بنابراین مجلس محترم هم با توجه به اینکه اینا هم برخواسته از متن مردم هستن، من فکر می‌کنم که نهایت مساعدت و همکاری رو خواهند داشت و من این انتظار رو دارم و این اعتقاد رو هم دارم، پیش‌بینی می‌کنم، همونطور که آقای مهندس باهنر فرمودن، خود حقیر هم فرزند همین مجلسم و سالها در مجلس کار کردم و با فرهنگ سازمانی مجلس آشنایی دارم. هر سازمانی برای خودش به فرهنگ خاصی داره، ظرافتایی داره، شاید هم آیه دکتر روحانی به سبب همین پیشینه حقیر در مجلس به سرعت حقیر رو من تاکید کردن که مأمور بشم و این تعامل ها رو برقرار بکنم. به هر تقدیر من فکر میکنم این کار شدنی است و اینکه تاکیدم این بود که آقای دکتر روحانی آخرین ورژن هست که باز بر همین اعتقاد هستم، این البته هیچ مباینتی با اون بحث نداره که این مثلا یک نوع تقدم و تأخری، یک نوع اولویتی، نه اولویت محسوب نمیشه. بالاخره ماها دیدیم که الان مردم آخرین مطالباتشون رو به آقای دکتر روحانی مأموریت دادن که این رو برو به انجام برسون. بنابراین مجلس هم با توجه به اینکه علاقمند خواست مردم انجام بشه این کارو میکنه، کما اینکه قطعا توی مجلس دهم که ایجاد خواهد شد هر نوع انتخابی که صورت بگیره قطعا آقای دکتر روحانی و اون دولت 11 با مجلس دهم هم نهایت تعامل رو خواهد داشت، با توجه به اینکه ایشون هم اون پیام انتخاب مردم رو دریافت کرده. من فکر میکنم اینا با این وضعیتی که الان وجود داره به شکل مطلوبی قابل حل باشه. یه خبری اومد تو این هفته که سه‌شنبه و چهارشنبه قرار آقای رئیس جمهور منتخب توی هفته، همین هفته‌ای که در واقع گذشت، برن به مجلس و بعد تکذیب شد. حالا جستجوهایی که شد نشون میداد که زارن قصدی بوده، ولی بعضیا پیشنهاد کردن تا قبل از تحلیف و تنفیذ نیام به مجلس. آیا چنین چیزی بوده؟ چنین صحبتی شده؟ نه، خبرها بیشتر رسانه‌ای بود. من مرکز خبر و منبع خبر رو
متوجه نشدم. البته این سوال قاطعا میاد از آقای دکتر نووقت بشه نه از من. خب آیا اینطور چیزی بوده؟ نه اصلا من تا اونجایی که اصلا هیچ قراری نبود که آقای دکتر روحانی تشریف بیارن مجلس. این که از طرف ستاد آقای روحانی کسی مطرح کرده بود یا صحبتی کرده یا حتی ممکنه مثلا بعضی از نمایندگان حدس و گمانهایی زده بودن، ولی نه اینطور خبری اصلا وجود نداشت. این رو چیز بود. اما و این رفت آمدها هم شاید همین حرف دقیقی باشه، یعنی رفت آمدها که بخواد رسمی بشه از زمانی باید رسمی بشه که تنفیذ انجام بشه، تحلیف انجام بشه. ما بقیش غیر رسمیه، رفتن و دید و بازدید و خلاصه با هم دیگه ارتباطات عاطفیه تا اینکه مثلا یک ارتباط رسمی وجود داشته باشه. بعد آیا اون الان هیئت رئیسه برای تحلیف برنامه‌ریزیش رو انجام داده؟ بله ما طبق به حساب تاریخ تقویم تنفیز قاعدتا ما 12 مرداد به محضر مقام معظم رهبری شرفیاب میشن، رئیس جمهور منتخب و حکم ایشون تنفیز میشه از طرف رهبر معظم انقلاب. و عرف گذشته این بوده به واسطه یک روز یا دو روز بعد از تنفیز مراسم تحلیف انجام میشده. من فکرم نامش رو نوشتیم خدمت آقای رئیس جمهور. ما پیشنهادمون 13 هست که میشه روز یک شنبه. البته آقای رئیس جمهور اگر مثلا فرض بگیم میتونن تفاهم بکنن، ولی معمولا یک روز یا دو روز بعد از چیز انجام میشه مراسم تحلیف و بعد از اون دیگه میتونه مذاکرات داشته باشه. اما من حالا در صحبتایی که فرمودن عرض کنم بعد استفاده بکنم. آره عرض کردم آقای دکتر روحانی، من این طرف و طرف هم بعضی وقتا صحبت میکنم میگم که حالا بعضی از دوستان برخی یه سری بحث‌های ادبیاتی برای تبلیغات انتخاباتی داشتن، اما من شهادت میدم ظرف حالا این 20 سالی یا 16 سالی که خدمت آقای دکتر روحانی بودیم در مجلس شورای اسلامی و یه مدتش هم دو سه دورش هم هیئت رئیسه بودیم دیگه، با هم دیگه ارتباطات جلساتی هم داریم، هنوز هیئت رئیسه مجلس 4 و 5 با هم داشتیم. آقای دکتر روحانی این بحث‌های اعتدالگراییشون اصلا بحث تبلیغاتی ریاست جمهوری نبود، اصلا به اصطلاح فلز آقای روحانی اینجوریه، یعنی آقای روحانی آدم معتدلی است. همون موقع من یادم یک جلسه رو ما هم مجلس سوم چهارم پنجم خیلی وقت جناح اکثریت داشتیم اقلیت داشتیم، چپ و راست میگفتن، حالا اصلاح طلب اصولگران میگفتن اینا، اما همواره آقای روحانی سعی میکرد که از آدمای مؤثر دو جناح دعوت بکنه و یک جلسه سومی رو تشکیل بده. اسمش چی بود؟ اشتباه اینو بود. جلسه اوغلا. مشهور بود جلسه اوغلای مجلس و خیلی مؤثر بود. چون بسیاری از کارهای مجلس عرض کردم اینا اصلا سیاسی نبود. بحث‌های کارشناسی بود. ایشون جمع می‌کردن. واقع قضیه همین که فرمودن، یعنی آقای روحانی آدم معتدلی است، آدم فراجناحی است و من می‌خوام خدمت بینندگان محترم عرض بکنم ما هم تو اصولگراها تعارف نداریم دیگه، حال اصلاح طلب ها هم اینجوری هم اصولگرا هم بالاخره تو اون تند و رادیکال داریم، میان رو و معتدل هم داریم. منم میخوام بگم مجلس نهم مجلس اصولگرای کاملا معتدلی است. خیلی یعنی اونجا نه بیمای رنج برار خیلی شتاب نکن. آره من میخوام بگم میدونم ببینید حتی من حالا یه مقدار بازش کنم، مجلس نهم اگر یادتون باشه یک رقابتی بود بین دو جریان اصولگرایی و تو مجلس و انتخاب مردم مجموعا نتیجه انتخابات مردم اعتدال اصولگرایی اکثریت مجلس رو داره. البته همه برادرای اصولگرا و خواهرای اصولگرای مجلس ما احترام بهشون قائلیم، حتما هم معتدل هستن، خیلی از اونا معتدل هستن، اما همین که جناب دکتر نوبخت فرمودن، یعنی من فکر میکنم مجلس رفتارهای رادیکالی رئیس جمهور رو نخواهد پسندید که حتما اتفاق نمیفته و آقای رئیس جمهور هم حرکات رادیکالی مجلس رو نخواهد پسندید که اونم انشاءالله اتفاق نمیفته. آقای دکتر نوبخت، همین سوالی که من از خدمت آقای مهندس پرسیدم، آیا اصلا چنین برنامه‌ای بود که لغو شد یا خیر؟ چون یکی از دوستان ستاد شما زار اولین خبرش رو گفته بودن و بعدش هم اینکه یه دیداری هم دیروز قرار بود با فراکسیون پیروان خط امام رهبری داشته باشن که مثل که لغو شد، اونم علت خاصی؟ توضیح میدم خدمت شما. همانطور که اشاره شد تعداد زیادی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و حتی کمیسیون ها و فراکسیون ها درخواست کردن که ملاقاتی با آقای دکتر روحانی داشته باشن. ایشون هم بسیار علاقمند برای انجام این دیدارها بودن، منتها
قبول بکنید مجلس 290 نفره اگر قرار بر این باشه که آقای دکتر روحانی با تک تک اینا که دوستشون میداره، من شهادت بدم که آقای دکتر روحانی برای همه نمایندگان محترم یک جایگاه خاصی قائل هستن و مایل بودن با تک تک ملاقات بکنن، اما امکان این که با 290 تا، البته هر 290 تا که درخواست نکردن، ما تعداد زیادی بودن، چون دیدیم امکانش نیست که این ملاقات ها تک تک صورت بگیره، زمین این که اون کارهای اساسی هم به انجام برسه. حتی امروز با توجه به این که آقای دکتر روحانی مقدار سرماخوردگی داشتن، شاید پزشکا مایل بودن که ایشون استراحت بکنه، اومدن محل کار و با وزیر محترم ارشاد و وزیر محترم آموزش پرورش تشکیل جلسه دادن. این تشکیل جلسه دید و بازدیدهای تبریک و خوش آمد و اینا نیست، اینا جلسات کارشناسی ایشون، تدقیق میکنن به دقت ببینن که الان آخرین وضعیتیه، چه کارهایی با صورت بگیره. به هر صورت چون این امکان پذیر نبود تک تک صورت بگیره، قرار شد که در تشکل‌های عمده مجلس این کار به انجام برسه. و حتی برای دیروز هم ما برای اینکه از امروز ظاهراً آقای مهندس باهنر دو هفته مجلس در تعطیلات تابستونی هستند، برای اینکه برگردن ممکنه یک فاصله بیفته، با دکتر روحانی علاقمند بودن که هر چه زودتر پاسخ این درخواست ملاقات رو میدادن، اگر فردی نشد به صورت گروهی. اون برنامه برای عصر دیروز تدارک دیده شد، منتها با توجه به اینکه ایشون دچار سرماخوردگی شدند و وضعیتی داشتن که اصلا مختزی نبود که تک تک نمایندگان رو اونم در اولین دیدار با اون وضعیت جسمی، قرار شد که انشالله بلا فاصله بعد از تعطیلات ما اون دعوت، اون درخواست‌های نمایندگان محترم رو سازماندهی بکنیم، ملاقاتایی رو داشته باشیم. قطعا آقای دکتر روحانی در یک فرصت مناسبی بعدم در جهت بازدید به مجلس خواهند رفت. این روابط زمینی که من یه نکته رحم اشاره بکنم، خیلی فقط 30 ثانیه‌ای به من کمتر از 30 ثانیه عرض می‌کنم، طی حداقل 8 سال گذشته که بنده با خبرم، در تمامی ماه رمضان حداقل سالی یک بار آقای دکتر روحانی یک جلسه بسیار صمیمانه با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی داشتن و این کار، یعنی این ارتباط دارای مسبوق به سابقه است. خیلی سپاسگزارم. ما امشب خیلی استفاده کردیم ولی وقتمون هم محدود بود به خاطر این در واقع پخش فوتبالی که جوان‌هامون خیلی دنبالش هستن و نیمه نهایی کنفرانس ما شما هم هستید. ولی خب خیلی استفاده کردیم، خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر، وقت خیلی محبت کردین آقای مهندس باهنر. التماس دعا داریم ان شاء الله تا دیدار بعد هفته آینده، خدا نگهدار. نظر سنجی رو نشون میدی؟ نتیجه نظر سنجی رو؟ بله بله، 62.4 درصد، تصویب هم 69.9 درصد، همون تصویب لایحه فوریتی برای حل مشکلات. التماس تا، خدا نگهدار.